سلام دوستان، امروز میخوام با همدیگه ژله توت فرنگی درست کنیم. من امروز از 3 تا بسته ژله توت فرنگی آماده استفاده میکنم و خود توت فرنگی. با این ژله توت فرنگی، این 3 تا بسته، من دو نوع ژله درست میکنم که یکیشو امروز میزنم، ژله بعدیشو فردا براتون میذارم. خب این برای هر لیوان، برای 6 تا لیوان میخوام درست کنم، برای هر لیوان 3 تا دونه توت فرنگی خرد میکنم، میریزم داخلش. بعد این هر یه بسته ژله هایی که من دارم، اگه شما مثل خودشو نمیتونید پیدا کنی، مواد داخل پودر ژلهش، خب هر یه بسته 100 گرم هستش و برای 400 سیسی آب هستش، خب مایعاتش که در الان 3 تا بسته استفاده میکنم، میشه 300 گرم پودر ژله توت فرنگی که هر بسته برای 400 سیسی آبه که میشه 1200 سیسی آب. خب من پودرای ژلم رو میریزم در یه ظرفی، ستاشو ریختم که 300 گرم هستش و بهش 60 گرم شکر اضافه میکنم. بعد هر یه جعبه 20 گرم شکر اضافه میکنم که رو هم میشه 60 گرم. بعد به این 500 سیسی آب گرم اضافه میکنم. حالا چرا 500 سیسی آب گرم اضافه میکنم؟ به خاطر اینکه مقدار آب گرم رو معمولا من کمتر میکنم که وقتی آب سرد بیشتری بهش اضافه میکنم زودتر خنک بشه، زودتر بذارم توی یخچال. خب اینا ژله رو کاملا حل میزنم که کاملا ژله حمل بشه، حتی ژله چسبه به دورش هم کاملا هم میزنم که کامل که شکر و ژله حل شد، اونجا بهش 700 سیسی آب اضافه میکنم. خب کامل که ژلم و شکر آب شد، 700 سیسی آب بهش اضافه میکنم و یه همش میزنم و میریزم در لیوانایی که توش توت فرنگی گذاشتم و میخوام توش ژله درست کنم. دیگه مقدار ریختن ژلتون به دلخواه هستش. معمولا این 6 تا لیوانی که من الان دارم درست میکنم، مقدارش تقریبا بین 850 تا 900 سیسی هستش. من یک لیوانم کوچیک‌تره، اگه همه یک اندازه بشه 900 سیسی. این لیوان کوچیکه بشه تیزه کمتر شد. بین 850 تا 900 سیسی ژله هستش که میریزم در. خب بعد اینو میذارم توی یخچال تا خودشو بگیره. به این حالت از چندین ساعت توی یخچال بوده، خودشو گرفته. من امروز از مایه ژله که درست کردم دو نوع دسر درست میکنم که یکیشو الان میذارم، یکیشو بعدا براتون میذارم. خب این ژله ها هستش و به این لیوان خوشمزه هم هست. اینم یه نخودی. خب ژله های ما آماده شد، قشنگ سفت شده و خیلی هم خوشمزه هستش. من به عنوان دسر بعد از غذا سرو میکنم و امیدوارم که شما هم درست کنی و میل بفرمایی. و از اینکه تا آخر با من بودی ممنون هستم و خوشحال میشم عضو کانالم بشین.